من از تو خوشم اومده. جلو خودش میگم. من که نمیتونم تا آخر عمرم گیر این آقا باشم. شاید اصلا از یکی دیگه خوشم بیاد. شاید اصلا از داداشش خوشم بیاد. باز ربطی نداره. راست نمیتونی بری با دوستش که اصلا صحبت حالا صحبت بکن. ولی دیگه نمیتونی باش بری تو رابطه. منظور من اینه، میگم کارت فوق العاده فول بوده داده. سلام، امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. بابا بنازم امیر جان، خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی به برنامه تسکس دیگه. خوش اومدی، در خدمت شما هستیم. این داستان یکم روایتش اصلا متفاوته. دوست دارم خودت رو معرفی بکنیم و شما همینطور، و بعد معرفی داستان بگی دوستان متوجه بشن. پروش رو فقط یکم سریع چون دیدیو سوژه رو داشت میومد داخل پارک. سلام دوستان، ارادت امیر جلاد هستم. والا سلام دوستان، علی قمبری هستم. حالا بپردازید. چند سالته داداش؟ من 24. شغل چیه؟ آزاد کار میکنیم دیگه. گفتی میخونم درست؟ آره خواننده هم هستم. دلیل جدایتون چی بوده داداش؟ ببین خیلی اتفاقی منو بلاک کرد، بعد دلیلی داشت نه چیزی. بعد تو کل حرفای قبل اونم این بود که تو به من گیر میدی، تو منو نمیدونم. اون اتفاق با حاله که بهمون گفتی اونو تعریف میکنی. ببین خیلی جالب، با دوست صمیمی من اوکی شده. یعنی با آقا علی؟ آره با علی رضا. اوکی نشده، قرار دیت گذاشتیم. آره قرار دیت گذاشتیم. آره قرار دیت گذاشتیم. یعنی الان؟ آره آره. که دیگه که من قراره جای علی برم اونجا ماچشو بگیر. به نظر چه دلیلی میتونه بیاره تو رو متقاعد کنه که بیا با من چرا دیت گذاشتم با علی؟ نمیدونم حقیقتشو که بخوای. کات کردین دیگه؟ آره الان کات کاتیم ولی با شما صحبت میکنم. چه وقت کات کردی؟ تقریبا میشه یه دو سه ماهی میشه. آقا امیدوارم این داستان به خیر بگذره، چون چیزی که بچه‌ها دارن میگن من که بر نمیگردم. بر نمیگردم من که بر نمیگردم. فقط قصدم از این اومدن به اینجا، علی هم لطف کرد به من گفت، فقط میخوام که اذیتش بکنم. علی تو چرا بهش پیام دادی؟ نه اذیتش نکن. و دلیلش چیه؟ علی نه چیز خانم برگشته بود. آره پیام دادم که من قصدم اینه که این دکتر رو با هم آشتی کنم. بعد چی شد یهو چی برگشت بهت گفت؟ بعد بحث عوض شد، گفت من تو خوشم اومد و نمیدونم. از اول تو رو دوست داشتم، پیامش رو دیدم. کامل خوبی بود. شاید لجش گفته، حالا ما که نمیدونیم. شاید میدونست پیام رو میخوای نشون بدی. قضاوت آقا. ولی من مطمئن این دختری که من میشناسم، این ریحانه که من میشناسم زیر بار نمیره. حالا من شما می‌خواید اذیتت کنم؟ من مرده شما زنده ببینید. آقا خدا نکنه چرف. آقا خیلی دوستتون داریم، بریم که ببینیم برنامه رو اصلا، ببینیم چی میشه. من خیلی خودم هیجان دارم سر این برنامه. من داخل ویدیو نمیام، با امیر تو مکبوک می‌بینیم. خب صداتون هم داریم. فقط چرا نمیام؟ چون امکان داره ما رو بشناسه، شاید هم نشناسه. برید ببینیم چی میشه دیگه. ولی میگم اول تو برو. اوکی. باشه؟ دوستتون دارم. باشه. آقا خیلی چاکرم، امیدوارم از آیتم‌های قبلی که براتون ساختیم تو الان لذت برده باشید. این سری خیلی فرق میکنه، اصلا ما تایم نداشتیم حتی بریم سر معرفی. بگم سره به خاطر اینکه خیلی فورس ماژور این شرط پیش اومده. برنامه تستکس همونطوره که بهتون گفته بودیم تموم شد بچه ها، ولی این آیتم ها خیلی دوستان به اون اصرار کردن همین آیتم رو بگیریم براشون. آجی داره میره سمتش. من امیدوارم که دعوایی پیش ندادیم بسید به خاطر اینکه خیلی ناراحت دوستمون واقعا برم ریخته. به نظرم دختره نباید این کارو میکرد. حالا حرکت که حرکت فوریه، ما این که خودمون پسریم داستان داریم. من خواهم ببینم دلیلش چی بوده. وقتی نرام پسر دخترش رو اصلا فرق نمیکنه. حرکت فوریه. همونش باید ببینیم چی بوده داره. آره. شجیری میخواد متقاعد کنه. خیلی دوستم خودم اصلا ببینم چه توجیهی داره برای این موضوع. به به ریحان خانوم، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو آسمونا دنبالتون میگشتی؟ اینجا پیداتون کردیم. دنبالم میاد. خوش میگذره بدون ما. اینجا چیکار میکنی؟ همه چی خوبه. میزونی الان؟ خب به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی داره که اصلا من هنوز دلیل کات کردن تو با خودم نمیدونم چیه. اصلا من یه چیزی بود تموم شد رفت. منو گناه باشه. باید یه دلیلی داشته باشه یا نه؟ دلیل؟ آره. دلیلو برو تو خودت پیدا. دلیلو برم تو خودم پیدا کنم که شما برمیگردی به دوست صمیمی من پیام میدی که باش اوکی بشی؟ من با دوستت اوکی بشم واسه برس زنگ بزنم. بس. الان گفت تو بیا اینجا. بله. آدرس داده. بله. اوکی. خودش هم اونور وایساده. کجا وایساده؟ الان سر کلهش پیدا میشه. الان میگیرمش. ببین یه چیزی بوده تموم شده رفته. الان زندگی شخصی من به تو ربطی نداره. دوستت یا داداشت. اصلا من با هر کی برم
به شما هیچ مربوط نمیشه. باید اینجا چرا اومدید؟ باید یه دلیلی داشته باشه آخه. این استای پشت سر من. همش حرف خودشو میزنه. کلا هم اینجوری میری تو رابطه. تو پرا شیخته دیدتش. توقع داشت علی بیاد. آره علی کو؟ علی نی. علی نی. واقعا علی نیست. چی بگم؟ برو بلاکت کردم. وقتی بلاک میکنم این دنبال من نیا. آها بلاک کردی. دلیل بلاک کردنت چی بوده؟ چه جواب نمیده. شمارشو بگیر. حق نداشت همچین کاری بکنه. اصلا با هر کی قرار گذاشتم. الان زنگ میزنم بهش. معلوم میشه. ای بابا عجب دیر کردی ما. هر جا میرم و تو رو ببینم. الان معلوم میشه. ویلکوم بکش بیرون تمامش کن. الان معلوم میشه. ما رو آشتی بده و فلان و الو سلام یه دقیقه میای اینجا به این بنده خدا من برگشتم گفتم که تو با دوست من قرار گذاشتی و اینا شوکه شده منو دیده میگه صداش کن بگو بیاد اینجا گفتم اونور وایساده اتفاقا خودش یه لحظه بگو چی شده؟ سلام خوبی؟ خوبی جانم ما مسخره شما دوتا مسخره چرا؟ ما یه صحبتی با هم کردیم برای چی گفتیم پاشو بیاد اینجا؟ صحبت کردیم من ساعت هاشیتون برم که اصلا تو رو من گفتیم باید پشما من به تو گفتم اصلا تحت هیچ شرایطی به این آدم بر نمیگردم بعد تو میگه خواستم آشتیتون بدم تو میدونی رفیق ما الان با هر چی بگم من از تو خوشم اومده جلو خودش میگم مشکل چیه الان؟ نه رفیق من همچین کاری رو نمی کنه الان اینجوری داره مغلطه میکنه علیو ببینه چی میخواد بگه؟ صد دسته بازم مغلطه میکنه مطمئنم بابا علنن داره جلو امیر میگه که من از دوستت خوشم میاد بابا یک درصد نمیگیم بچه دلش میشکنه اصلا این حرف واقعا اصلا یعنی چی من نمیفهمم دوستت بوده چند بار دیدیش بعد دیدن برادرانه آره حس برادرانه به طرف داشته باشی حالا خوشت میادم نه بری بگی که بهش امیر بهراد داداش قلبش شکسته اصلا خیلی داغونه روزی که باهاش صحبت کردم پشت‌صحنه‌ام بهت گفتم خیلی اصلا آره، داغونه لحاظ روحی کلی هم گفت لاغر شدم چی کار باید دستو میکردم کنان کردم نبردم نیاوردم دنبالت راه نیفتادم انقدی برام مهم بودی که هر کاری از دستم برمیمد واسه تو کرد تو چی؟ رفتی با رفیق من قرار دیت میذاری رفیق صمیمی من؟ مگه من با شما ارتباط داشتم که با رفیقتون قرار دیت گذاشتم چه ربطی داره؟ بیا خودشم اومد واقعا خیلی حرکت زشت بود اصلا ازت انتظار نداشتم چه کاری بود کردی؟ ایشون رفیقم بود گفتم شما یک سال با همید گفتم با هم باشید آشتی بد کرده اومده ما رو آشتی بده؟ تو منو بازی دادی تو با من دیت گذاشتی گفتی این بیاد یعنی چنین منو بازی دادی نه بازی ندم گوش کن شما دوتا زوج واقعا خوبی بودید خب و زوج خوبی هم هستید بودیم تموم شد رفت بکن من الان رفیقم آوردم با شما که مثلا حالا هر کدورک دور بوده حالا هر چیزی که بوده بزنید کنار من دیگه نمیخوامش موضوع اینه من اصلا آخه به من بگه من چی کار کردم من واقعا دیگه پیگیرش نباشم به من دلیل کات کردنش توضیح بده اینقدر یه کوچولو یه مقدار همین که هر جا میرم عین سایه دنبال منی همین که اینقدر بهم گیر میدی بعد حواسم بهت هست این کی بود کامنت گذاشت اون کی بود لایک اگه برام مهم نبودی اصلا این کارا رو نمیکردم رسید علی وای باورش نمیشه باورش جا خورده الان علی اینجا چیکار آخرش بفهمید داریم فیلم میگیریم که دیگه چی میگم دوری مورمین رو بشینون تو سرمون ولی من دوستم داشت برم تو تصویر من دوست دارم بزن فعلا باش بزن صحبت کنن من خیلی دوست دارم اختلافشون خودشون بتونن حل کنن اگه حل شدنی باشه ولی حل شدنی هم باشه نباید آشتی کنن همین که گفت آشتی نمیکنم فقط میخوام مطمئنی آره ببین گفت آشتی نمیکنم گفت فقط میخوام ببینم دلیلش چی بوده چه دلیلی داره برام توضیح تو باشم بیا اینم دلیلش بعد تو این مدلی بیا جلو آخه نه من اوکی کردم که رفیق شید باز با هم اوکی شید کامل دوست داشتن زیاده
این علاقه زیادی که به تو داره است. خوبه مثلا گیر بهت نده ولت کنه اصلا خود با تنش باشه. زیاد این آقا رابطه رو خراب کردی. خوبه میدونه دوست داشتن زیاد. خوبه میدونه. ای والا. مگه همه چی دوست داشتنه؟ پس چیه؟ فقط همین تموم شد رفت. اه. چیزی از دوست داشتن بالاتر داریم؟ تو ذهنیت من خراب کردی دیگه. چیزی از قلب آدم بالاتر داریم؟ از دوست داشتن بالاتر داریم؟ حتی شما در نکن. یه قلب گذاشتی در طبقه اخلاص. الهی به امید تو. من هیچ جوره قانع نمیشم. الان چی کار کنیم؟ هیچ جوره قانع نمیشم. الان واقعا چی کار کنیم؟ من با شما یه صحبتی کردم، ما با هم یه قراری داشتیم، زنگ زدی این آقا بیاد. واقعا یعنی چی؟ فول هم ترکته؟ تو الان تو این چند هفته ای که با هم کات کردیم فقط دارید یه چیزایی سرهم میکنی به من میگی. من دارم میگم آقا یه دلیل قانع کننده، تو میگی افتاد دنبالم. آقا اگه تو واقعا ازت خوشم اومد ولی دیگه اصلا تو هم خراب کردی دیگه، اصلا هیچ حرفی نمیمونه. الان برید دیگه جفتتون برید. یا که من اسم موقع رفیقمو که به هیچ نفروشم خب اصلا فروختن نمو چرا ربطی داره؟ ما یه رابطه ای با هم داشتیم تموم شده این رابطه. من که نمیتونم تا آخر عمرم گیر این آقا باشم. شاید اصلا از یکی دیگه خوشم بیاد، شاید اصلا از داداشش خوشم بیاد، باز ربطی نداره. تو چه آدمی هستی؟ از داداشم خوشت بیاد؟ رابطه ما تموم شده. جالب شد. بفرما یکم درک کن. تو میخواستی ما راشی بدی، گفتم نکن این کارو. صد بار گفتم نکن این کارو. بیا تحویل بگیر. میخوام با داداشت رفیق شم، با رفیق صمیمیت رفیق شم، با پسر خالت رفیق شم، با پسر عمود رفیق شم. بعد ته تهشم هیچ دلیل قانع کننده ای نداره واسه کات کردنش. هیچ دلیل افتادم دنبالش. اگه برام مهم نبودی که اصلا نمیافتادم دنبالت. این از این ولت میکردم، میگفتم هر غلطی دوست داری بکن، غلط خودت بکن. بیا ببین، تو هنوز ذهنیت پدر مادر تو داری، تو آدم سنتی هستی. تو به من گیر دادی، به اینجام رسوندی، همین الانم پا شدی اومدی اینجا به من میگی آی با اون خواستی دوستی آی با این. خب به تو چه ربطی داره دیگه؟ آره اصلا با داداشت با دوستت به تو چه ربطی داره؟ نمیدونم کجای زندگیم چه خبطی کردم تو گیر من افتادی با این ذهنیت. اینو از ته دلم بهت میگم. شما خبط کردی، من گیرت افتادم، بس دیگه تمومش کن. کاش یه دلیل قانع کننده داشت. من نباشم. کاش یه دلیل قانع کننده داشت، حداقل نمیسوختم آقا. حداقل نمیسوختم. تمام. دلیل قانع کننده اینجا باشه. برو هر جا بهتر از من پیدا کردی، روزی دوبار بهش سجده کن. آخ چه جواهری از دست دادم. بهتر از دیگه گیرم نمیاد. ببخش. اصرار داره که من خوشم بیاد. یعنی چی حرف؟ جلو رفیقت دیگه نگو همچین چیزیو. ماجی. بذار من برم تو تصویر دو سه تا دیالوگ سنگین بارش کنم. واسه تو هم الان عصبی اصلا بخوای کارو جمع کنی بهتره کار خراب بشه. من باید برم. دوستان دوست دارم اون صحنه که من میرم. برو برو بس. خوش میاد. برم داداش. حتا حواست باشه دیگه. اینو پس داشته باش. من این هاشفم. زیپ اینو باز کنم. خدافظ. برو. بابا، گیر بهم نده. اصلا برو از زندگیم، برو نمیخوام. داداش ببخشید من واقعا نمیخواستم ماشین پیاده شم. سلام سلام. دیدم واقعا داری بحث میکنی ایشون یه جور صحبت کرد، واقعا من لجم گرفت. خانم محترم قبول نداری اصلا کار زن اشتباه بوده؟ چه کاری کردم که اشتباه بوده؟ میشه شما بفرمایید. اصلا حرکتت کاملا فول بوده. اصلا تو کت من یکی که نرفت، جای ایشون بودم میذاشتم میرفتم. دوستت داره. باشه گوش کن. یه رابطه‌ای بوده تموم شده رفته. اوکی آه. من با این آقا تو رابطه بودم. خب بابت کاری که خودش کردی رابطه تموم شده، سوخته دیگه. آخه به من یه توضیح بده. زندگی ندارم. حق زندگی داری ولی خب اومدی با خوشم میاد ازش انتخاب کنم. خب ایشون با ایشون دوسته. دوست باشه. خب من از ایشون خوشم اومده. دوست باشه چی؟ یعنی چی دوست باشه؟ نمیشه همچین چیزی اصلا. تگزاس طرف میافته میمیره زن داداششو میگیره. نه خب مثل اینکه اصلا داداش شما رو دوست نداشته. یعنی یکی شما رو دوست داشته باشه یه ذره تعصبی نمیره با دوستت که اصلا این کار اشتباهه. خب و خب ایشون هم زود متوجه شد، منم دوستشم. پویان با توپ پر رفت اونجا. امیدوارم فقط چیزی نگه که بخواد دعوا درست کنه. الان چون اصلا نه چیزی علی میتونم آرامش بیشتری داشته باشم، میتونم احساس بهتری داشته باشم. یعنی چی؟ بعد میگه من سنتی علی میتونم اصلا همچین چیزی نشده. پشمام ریخته هایجی نداره داستانه. رابطه ما تموم شده. میدونم آره خب تموم شده این درست. اگر درست. تو رابطه بودیم اسمش میشد خیانت. میگفتی تو با این بودی رفتی با دوستش الان خیانت کردی، ولی وقتی این رابطه تموم شده سوخته من حق زندگی ندارم. حاجی من پشمام ریخته به اول فضیه. نمیدونم چی بگم. داده شما صحبت کردی با ایشون؟
آره قرار شد این موتور رو با هم آشی بدم با من ایشون میخواسته شما رو آشی بده و چه حرف هایی برگشتی زدی به علی؟ میدونی چی جالبه داداش؟ آجی من اصلا متوجه نمیشم منظور ایشونه. ببین شما میگه کار من شما نبوده. به من میگه تو منو کنترل میکنی، منو قل و زنجیر میکنی، منو خفه کردی، تو سنتی. بعد خودش میاد از سنت حرف میزنه. یارو برادرش میمیره میره زن برادرشو میگیره. خیلی جالبه برای من. نه اصلا ما اینا کاری نداریم. ببین ایشون شما رو واقعا دوست داشته. به منم داستان تعریف کرد. من تو ماشین داشتم میشینم دیدم شما با کمال پررویی داری میگی اصلا من اشتباهی نکردم. بالاخره با ایشون خاطره داشتی یا چند وقت با هم بودین؟ آقا علی هم دوست ایشونه، دوست من هست. نمیتونی بری با دوستش که اصلا صحبت، حالا صحبت بکن ولی دیگه نمیتونی باش بری تو رابطه. منظور من اینه، میگم کارت فوق العاده فول بوده داداش. جلوی من میگین کارت اشتباه بوده، تو جای من بودی. اگه حالا خودتو بذار جای من، با دوست دخترت کات کردی، تموم شد و رفت. اینجوری که من دارم میبینم این خانم اصلا زیر بار نمیره، هر چی دارن بچه‌ها بهش میگن میگه ما کات کرده بودیم. دارم خفه میشم اصلا نمیتونم درک کنم، چون داشتی خفه میشدی تو رابطه یو کات کردی، به رفیقش پیشنهاد دادی، رفیقش که اومده تلاش کنه شما آشتی کنید. نمیفهمم واقعا. بازم داره تکرار میکنه میگه من خوشم میاد از علی. عجب خانم، واقعا من نمیدونم به شما چی بگم. بعد خودت هم فکر کنم خندت گرفت. درست نیست. این رای که رفتی اصلا هر کی میخوای بپرس. خانواده خودی سوال کن بگو اصلا این کاری که من کردم درسته آیا؟ به خدا فله. اگه از دوست دخترت خوشت بیاد رابطت با دوست دخترم خوشم بیاد. اصلا همچین چیزی تو من پسرا فول. حالا دخترا حالا دختر زیادی میرم به یکی دیگه پیشنهاد بدم. نمیرم به دوست دخترم پیشنهاد بدم. خب دیگه خوشم هم بیاد هیچ موقع نمیرم بهش بگم، شرف آبرو خودم میبرم. نه مگه چقدر از علی خوشت اومده که داریم اینا رو میگی؟ چقدر من خوشم اومده میشه همچین چیزی؟ الان با این کاری که کرد که اصلا نمیتونم بگم چقدر ازش خوشم اومده، واقعا کار بدی با من کرد. داداش اصلا آشتی ماشی به نظرم ولشون. این آدمی که الان من دیدم بخوام تحلیلش بکنم تو رابطه بری پس سر دوباره ازش میخوری. خدا شاهده دارم جدی میگم. به دوباره همچین داستانی پیش میاد. هنوز نمیدونم چرا کات کردی، هنوز نمیدونم. یه دلیل قالب کننده برای من نیاورد. ولشون اصلا ول کن داستانی. خونم به جوش اومد الان اومدم اینجا. یه مهمونی نمیذاش برم. چه مهمونی بری؟ خب با هم برین. خب تنها منظورشه؟ آره دیگه دقیقاً هر تنها. مهمونی می‌خواست بره تنها. شاید یه مهمونی بوده که به هر حال نمی‌شد ایشونو ببره. آخه خانوادگی باشه اوکیه، ولی خب دختر بودیم شاید. دختر بودی. نامزد دوستم بوده. نامزد دوستت دوستش هم میاره. من میدونم. این جمعا بوده. میگه می‌خواستم برم مهمونی اجازه نمیداد. خب مهمونیتون رو می‌تونستید با هم دیگه برید. یا مهمونی رو انتخاب می‌کردی که فضاش دخترونه باشه یا جایی باشه که حداقل امیر بدونه. دیگه به نظرم وقتی یه رابطه تموم میشه بیشتر بعضیا سعی میکنن حاشیه درست کنن برای اینکه کلا اون رابطه رو خاک کنن، بهش فکر نکنن. ولی توی این داستان دقیقاً همچین چیزی من دارم میبینم، خیلی واضحه برام. نمیدونم شما متوجه این موضوع شدید یا نه. موجودیه. میخوام چیزی نگم. خانم محترم ببین، من میخوام یه خط از آخرش به شما بگم. ایشون شما رو واقعا دوست داره، ولی اگه بخوادم آشتی کنه من دیگه اجازه نمیدم واقعا این کارو بکنه. چرا؟ چون به دوست من صدمه میزنی، رویاشو به هم ریختی، لاغر شده اصلا. وقتی که تو هنوز یه دلیل قانع کننده به من نمیتونی. دقیقاً دقیقاً دیوونه است. وقتی تو با شما. وقتی تو به رفیق صمیمی من پیشنهاد میدی پررو بر صاف زل زدی تخم و چشای من داری میگی هنوز من از این خوشم میشی. دوستت داشتم اگه دوستت داشته باشه این دوست داشتن اصلا بخوای تحلیلش کنی اصلا این در نمیاد توش. ببین بذار بگم، من اصلا چه تو این کارو کردم، میخواستم به گوشت برسم. یعنی منم میخواستی بازی بدی؟ ایشون یه باغ دیگه است، ولش کن. من میگم کلا تهشو بهش بگیم. آره دقیقاً. خب من واسه خودم هم تصمیم نمیگیرم. چرا واسه تصمیم راهنمایی شدم؟ الان به حرف رفیقم میخوام گوش بدم. ببین تو همیشه به حرف دوست و رفیقات گوش بدم. نه بر نمیگرده. آفرین. آفرین. خیلی مردی. خیلی فرصت نده اصلا. ببین واقعیتش اصلا من خواستم یه چیزی به شما بگم. ما داشتیم برنامه تست اکس میگرفتیم. دوربینم داره ضبط میکنه. واقعا خجالت داره خانم. یعنی واقعا که یه بار تو بازیم داری، یه بار تو بازیم داری. کس شما رو بازی نداره، ولی شما ایشونو بازی دادی.
کلن داخل این برنامه پشمه یه ایران برای بریزه. من آدم بده بشم جلو دور نه آدم بد نیستیم، یا حرکت اشتباه بوده در کل. حالا حرکت من از نظر خودم اصلا اشتباه نبوده. شما سه نفر از نظر شما اشتباه نبوده، از نظر هر کسی که این ویدیو رو ببینه اشتباه بوده. باشه مردم قضاوت کنن. ویدیو رو گرفتی؟ بله. داری میگیره من نمیدونم. آره این پخش میشه؟ آره شبکه 4 پخش میشه. من میخوام اینو کجا اینستاگرام پخش میشه؟ حالا یوتیوب، اینستاگرام. من میخوام بدونم این کاری که شما کردی به ولی اگه یه کامنت یه نفر گذاشت درسته کات کردی اوکیه، ولی خب مردم تشخیص میدن بالاخره. اصلا مردم به ولی پشماشون میریزه. با دوست رفی، با دوست صمیمی من ایشون مثل داداشه. شما قبلا هم دیده بودین؟ این با ایشون بود دیگه، میدیدیمش دیگه. خب دیگه مثل داداشته. الان علی با مثل داداش شما باشه. من امتحانش کنم. دلم خواست به گوشش برسه. یکم لجش بگیره بیا سمت من. الان تازه امتحانش. نمیدونم شاید مغازه ایشون امتحان کنه. من نمیدونم دیگه. میسپرم دوستان تصمیم میگیرن. آفرین تصمیم بگیرن. کامنتاشون هم میخونیم. ولی به نظرم ماشین نکن. علی داداش میخوای صحبت کنی صحبت کن. من میرم تو ماشین میشینم. واقعا اصلا نمیکشه. منم دادا دیگه فکر میکنم که هیچ. ما بیا بریم ولش. بیا بریم. واقعا الان گفتی اینا بیان بشنن منو اینجوری ضایع کنن. آره دقیقا من تو دوستت داشتم. نه 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 تو الان سه بار صافتی تخم چشای منو رفیقم نگاه کردی. دو تا رفیقای من اومدن تو برگشتی گفتی الا بلا من از عشقم. عشقم من میخواستم حسادتتو تحریک کنم. خواستم به گوشت برسه حسادتتو تحریک شد. خودت یه حرکتی کنی بیای سمتم. چه جان خیلی ممنونم. نه دیگه نمیشه. دیگه نمیشه. واقعا بری دیگه رفتی تو خراب کردی همه چیو. این رابطه ای هم که تو خراب کردی تحت هیچ شرایطی و هیچ جوره درست نمیشه. اینو بکن توی گوشت. درست نمیشه؟ نه به دوست صمیمی من باشه کار نداری؟ خدافز. خدافز. اگران چیزی که امیر گفته بود یعنی اصلا قصد آشتی کردن هم ندارم. امیدوارم لذت برده باشید. چنل بنده اینجا هستش، چنل پویان هم اینجا هستش. ویدیوها رو میتونید ببینید. آیتم‌های مختلف داره براتون ساخته میشه. برنامه بوی چالش که براتون ساختیم، حالا بهتون گفتم میتونید نظراتتون توی اون برنامه بگید که چه سبک ویدیوهایی دوست دارید. توی همین ویدیو هم بگید بهمون. آیدی اینستاگرام اون هم این بالا میاد. انتقاد، پیشنهاد، نظراتتون رو میتونید دایرکت بهمون بگید یا تو کامنت همین ویدیو. با هم دیگه زیاد صحبت می‌کنیم کلا. امیدوارم لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. فراموش نکنید. خیلی دوستتون دارم. چاکس.